به نام خدا. سلام، به یکی دیگه از برنامه‌های کانال مسلمان تیوی خوش اومدید. سوال میشه آیا در قرآن کریم به مشروعیت و مجاز بودن زیارت قبور اشاره شده؟ آیا برای زیارت معصومان آیه از قرآن رو میشه پیدا کرد؟ اگرچه در مورد زیارت قبور از جمله زیارت حرم اهل بیت بیشتر به روایات صادره از پیامبر اسلام و ائمه استناد میشه، با این حال برخی آیات قرآن به این مسئله اشاره کرده و میتونه مستندی برای جواز زیارت قبور باشه. خدای متعال تو سوره توبه میفرماید هرگز بر هیچ یک از آنها، یعنی منافقان که مردند، نماز نخوان و بر قبرشان نیست و طلب مغفرت و رحمت مکن، چرا که آنها به خدا و رسولش کافر شدن و در حال فسق مردند. مفسران با استدلال به این آیه ایستادن کنار قبر و دعا کردن رو عبادتی مشروع میدونن، چون اگه چنین نبود خدای سبحان از این عمل تنها نسبت به منافقان نهی نمیکرد، بلکه به پیامبرش میفرمود که به کنار هیچ قبری، حتی قبور مؤمنان، نرو و برای صاحب قبرها طلب مغفرت نکن. هنگامی که اصحاب کهف از خواب 309 ساله خودشون بیدار شدن و بعد از مدتی از دنیا رفتن، مردم در مورد مزارشون دچار اختلاف نظر شدن که قرآن کریم این اختلاف رو با این عبارات بیان کرده. گروهی می گفتن بنایی بر آنها بسازید تا برای همیشه از نظر پنهان شوند، پروردگارشان از وضع آنها آگاه تر است، ولی گروهی که از رازشون آگاهی پیدا کردن و اون رو معجزه‌ای برای رستاخیز می دیدن، گفتن ما مسجدی در کنار مدفن اونها می سازیم تا خاطره اونها فراموش نشه و مورد زیارت قرار بگیرن. از این آیات چنین برمیاد که بعد از فوت اصحاب کهف، مردم به کنار قبرهاشون اومدن و بنا و مسجدی در کنار اون ساختن و خداوند هم به نوعی این رفتارشون رو مورد تأیید قرار داد. از طرفی دلیلی وجود نداره که مجاز بودن بنای مسجد در کنار مدفن اولیای خدا ویژه اصحاب کهف باشه. پس میشه نتیجه گرفت که ساخت عبادتگاهی در کنار مرقد اون بزرگواران مخالف آموزه‌های قرآنی نیست. گذشته از اینها، انسان سنگ و چوب نیست و عاطفه داره و وقتی عزیزی رو از دست میده دل به درد میاد. برای تسکین روح بازمانده هیچ اشکالی نداره بره سر مزار عزیزش و برای او طلب مغفرت کنه. خدایی که حکیم و علیمه این نیاز فطری و غریزی بشر رو هرگز سرکوب نمی کنه. ممنون که تا انتهای این برنامه هم همراه من بودیم. با لایک ویدیو کمک میکنید یوتیوب اون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره. تا ویدیو بعد و برنامه بعد، شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.